بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک بنیانگذار انقلاب حضرت امام، به یاد شهیدان من و به یاد شهید پرواز کرده شهید رئیسی و همراهان عزیزشان، خدمت مقام معظم رهبری سلام عرض می‌کنیم و آرزوی عمر طولانی با عزت و برکت برای این بزرگوار داریم. خدمت شما عزیزان عرض سلام و ارادت رو اعلام میکنم. آنچه که هفته وحدت هست، این هفته ما مصادف با ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام عزیز ما جعفر صادق هستن، خدمت شما تبریک میگم. آنچه که به ذهنم میرسه اینجا خدمت شما عرض بکنم، چیزی نیست جز آنچه که در مقابل دیدگانم دیدم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. کاری رو که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به مدینه اومد، دعوا و جنگ و درگیری که بین اوس و خزرج بود، کسانی که از نظر جامعه شناسی میدونن دعواهای قبیله‌ای به این سادگی قابل اصلاح نیست. 100 سال بود اینا با هم میجنگیدن و از همدیگر میکشتند و غارت میکردند. رسول خدا برای حل این معضل بزرگ، اولین کاری که در مدینه انجام داد، دستور داد اینا با هم پیمان برادری ببندن و در اون روند عقده ها و کینه های 100 ساله رو به فراموشی بسپارن، با هم دست به دست هم بدن. همین اقدام رو وقتی رسول خدا مکه رو فتح کرد، بعد از فتح مکه سران کفری که اونجا بودند تسلیم شدند، رسول خدا مجددن سخنرانی فرمودند. اونجا بیاناتی که فرمودند این بود که فرمودند مسلم اخو المسلم هم یدون واحده علی من سوا، و مسلمون اخوه، مسلمان برادر مسلمانه، مسلمین با هم برادرند و همه اینها ید واحده هستند در مقابل دشمن واحدی که وجود داره. اگر همین نگاه رو از رسول خدا بگیریم و در قرآن انما المؤمنون اخوه، در حقیقت اصلح بین اخویکم، در قرآن اشاره باز به همین دستور و آیه داره. حضرت علی علیه السلام در وصیت نامش در عبارات دومی که مطرح می‌فرمایند که اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم، سمعت جدکم و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلات و الصیام. مسلمان ها اگر همین توصیه رو، همین وصیت رو بتونند اجرا کنند، ما در کشور خودمون و کشورهای مسلمان با همدیگه ید واحده بشیم، آیا اسرائیل جرأت میکنه که در غزه این جنایات رو مرتکب بشه که امروز داره مرتکب میشه؟ ما مسلمون ها از هر سلیقه و باوری اگر بپذیریم که برادریم، اگر بپذیریم که ید واحده هستیم در مقابل دشمن، دشمن جسارت میکنه تجاوز بکنه، قدرت پیدا میکنه زن و بچه و کودک و بیمارستان و هر چی که دلش بخواد بمباران بکنه و غارت بکنه و کسی نتونه جلوش حرف بزنه. این غیر از اینه که ما نتونستیم ید واحده بشیم؟ و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ولا تکن منکم امه یدعون الی الخیر. امر به معروف و نهی از منکر در قرآن در تمسک به ریسمان خداوندی است. یعنی اگر همه چنگ به ریسمان خدا بزنیم، اولا در راه مستقیمیم. امر به معروف و نهی از منکر برای پیمان و وحدت و انسجام مسلمان هاست. در دو جای این قرآن در همون صفحه پایین، دو تا آیه پایین تر باز قرآن میفرماید که کنتم خیر امتون اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. یعنی امر به معروف و نهی از منکر برای اینکه مسلمان ها از لب پرتگاه آتش بیان بیرون. لب پرتگاه آتش وحدت، انسجام و همدلی ما مسلمان هاست.
ما اگر با هم وحدت داشته باشیم، ما اگر گذشته از هر اختلافات و نظرهایی که داریم در مقابل دشمنان ید واحد بشیم، هم جامعه و کشور خودمون رو میتونیم آباد و آزاد کنیم، هم کشورهای مسلمان میتوانند با عزت در سرزمینی که زندگی میکنیم با همدیگه رابطه داشته باشن، با همدیگه اقتصادشون رو، فرهنگشون رو، داد ستدشون رو و امنیتشون رو حفظ بکنن و اجازه ندهند بیگانگان اینجا هر کاری دلشون خواست بکنن. این هفته وحدت و رسول خدا به عنوان اسوه و کتاب خدا به عنوان دستور و حضرت علی به عنوان امام، دستور همه اینه که ما با هم برادریم. این رو از ته قلب بپذیریم، باور کنیم برادریم و بر اساس این برادری دست به دست هم بدیم. و این هفته دفاع مقدسی هم که در مقابل ماست بر اساس همین وحدت و انسجام بود که تمام قدرت ها پشت سر صدام جنایتکار ایستادند ولی نتوانستند حتی یک وجب از خاک ما رو تصاحب بکنند، نتونستن ما رو ضایع بکنند، بلکه ضایع شدند و رفتند. من از خداوند بزرگ مسئلت دارم به ما ایمان و باوری رو بده که بتوانیم قلباً با همدیگه و با کشورهای اسلامی برادر بشیم و این برادری باعث بشه که عزت و سربلندی مسلمانها رو در کشور و در دنیا به رخ کفار بکشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.